تقریبا هر چیزی در جهان هستی از ماده ساخته شده. زمین، هوا، من و شما، ستاره ها، غبار میان ستاره ای، همگی از جنس مادهن. منظورم اینه که همه این چیزها از الکترون ها و کوارک ها ساخته شدن. البته گاهی اوقات هم از ذرات کمیابتری مثل میون ها، ذرات تائون و نوترینو ها درست شدن. همه این ذرات در بنیادی ترین شکل خودشون یک برانگیختگی در میدانهای کوانتومی هستند. اما همونطور که جمله معروفی میگه، در ازای هر ذره یک پادذره همسان، ولی مخالف اون وجود داره که مسبب برانگیختگی برعکسی در میدان کوانتومیه که تمام خصوصیات اون ذره رو حفظ میکنه، به جز بار الکتریکیش که بارش مخالف ذره اصلیه. از اونجا که این پادذرات برانگیختگی‌های مخالفی در میدانهای کوانتومی‌اند، وقتی یک ذره و پادذره به همدیگه میرسن، باعث خونسا شدن و نابودی همدیگه میشن. این تقریبا مشابه این مثال ریاضیه که جذر عدد 4 دو جواب داره، 2 و -2، که هر کدوم دارای یک مقدارن ولی با علامتهای مخالف هم. وقتی این دو پاسخ رو با هم جمع میکنیم، اونها همدیگه رو خونسا میکنن و نابود میشن. هر ذره بنیادی یک پادذره داره، پادکوارک ها، پادنوترینو ها، پادمیون ها، ذرات پادتائون و البته پادالکترون ها که با اونها پوزیترون میگیم. از اونجایی که پادذرات اساساً با ذرات معمولی به جز در بار الکتریکی همسانن، میتونن به شکل مشابهی با همدیگه ترکیب بشن و پادپروتون ها، پاداتم ها، پادمولکول ها و اساساً هر چیزی رو از یک پادمورچه گرفته تا یک پادکوه درست کنن. همینطور میتونیم یک اتم خیلی باحال پوزیترونیوم درست کنیم که شبیه هیدروژنه، با این تفاوت که به جای گردش یک الکترون به دور پروتون، این بار یک الکترون به دور یک پوزیترون میگرده، تا زمانی که اونها در زمان 1 میلیاردم ثانیه همدیگر رو نابود کنن. چون برخورد پادذره با ذرات معمولی باعث نابودیشون میشه، ساختن اجسام بزرگ از پادماده واقعا سخته. در حال حاضر ما فقط توانایی ساخت چند صد اتم پاد هیدروژن رو در یک بار داریم و زمانی که اونها باعث نابودی هم شدن، انرژی حاصل از ذره و پادذره باید در جایی ظاهر بشه. به همین دلیل از نابودی ماده و پادماده میشه به عنوان بمب استفاده کرد. اما تولید طبیعی پادماده واقعا خیلی سخته. بنابراین برخلاف یک بمب هسته‌ای اورانیوم که به ما این اجازه رو میده که انرژی انفجار ابرنواختری ذخیره شده در اورانیومی رو که به شکل طبیعی در زمان انفجار به وجود اومده آزاد کنیم، شما مجبورید برای ساخت یک بمب پادماده خودتون پادماده مورد استفاده رو بسازین. شما با استفاده از ایجاد آشوب توی فضای خالی این کار رو انجام میدید که به برانگیختگی سازنده ماده و پادماده میانجامه. مثل اینکه شما با چکش به عدد 0 طوری ضربه وارد کنید که عددهای 2 و -2 تولید بشن. فقط به جای استفاده از چکش باید از یک شتاب دهنده ذرات یا فوتون‌های پر انرژی نور استفاده کنین. از قضا فوتون‌ها خودشون دارای بار الکتریکی صفرن و بنابراین پادذره خودشون محسوب میشن. درست همونطور که عدد 0 با -0 برابره. در واقع علم ریاضیات همیشه با پادماده گره خورده. ریاضیات مکانیک کوانتوم نسبیتی وجود پادماده رو قبل از کشف اون پیش بینی کرده بود. این حقیقت که پادماده بسیار کمی در جهان وجود داره در عین حال که نکته بدیهیه، چون اگه بود ما رو نابود میکرد، اما الان نمیتونه ما رو نابود کنه و بخش خوب ماجراست، یک معما هم هست. اگه ماده و پادماده اساساً یکسان و تصویر آینه‌وار همدیگه‌اند، چرا بیگ بنگ مقدار ماده به مراتب بیشتر نسبت به پادماده تولید کرده؟ هیچ کس نمیدونه. هرچند برای فیزیکدانا پاسخ این سوال خیلی مهمه.